دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر الطافی، آیا بیانیه سازمان‌های جامعه مدنی سودان در نقش آفرینی مؤثرتر سازمان ملل متحد در جهان برای جلب کمک‌های مؤثر و آگاهی دنیا از فجایعی که در سودان در حال رخ دادن است تأثیر گذاره؟ با عرض سلام و وقت بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشین. برداشت ما این است که بیانیه سازمان های جامعه مدنی سودان می تواند بازتاب دهنده این خواسته ها باشد. یک، رصد و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سودان، حمایت از فرایند صلح، حفظ و استقرار دموکراسی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیشگیری و مدیریت بحران. بنابراین این بیانیه، یعنی بیانیه سازمان های جامعه مدنی، می تواند با معذرت نقش مهمی در جلب توجه در واقع جامعه جهانی و سازمان های بین المللی بر وضعیت بحرانی خشونت ها، آوارگی، مهاجرت و فقر سودانی ها داشته باشد. اما تأثیر آن بستگی به میزان توجه و واکنش های بین المللی دارد که در واقع اوضاعی که در سودان جریان دارد آن را رصد بکند. بله. و در واقع برش اعلامیه صادر بکنه، اولا دخیل بسازد. بله. آیا توصیه شورای امنیت باعث خواهد شد که طرف های درگیر در سودان ترک مخاصمه نمایند؟ در این باب توصیه های شورای امنیت ممکن است در تحولات سیاسی و امنیتی بحران سودان تاثیرگذار باشد، اما عوامل داخلی همانند دولت، گروه های مختلف قومی و مذهبی، گروه های مسلح و ارزم به حضور شما جامعه مدنی، که این گروه ها در فرایندی که در سودان جریان دارد دخیل هست، به خواسته ها و مطالبات اینها باید توجه بشود و از جانب دیگر یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در تحولات یمن دخیل هست شکل بگیرد تا چالش ها و مشکلاتی که در سودان جریان دارد به صورت بنیادین و اساسی حل بشود. بله. تا اینکه یک اجماع فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای و ملی شکل نگیره، این جریان خواهد داشت، این وضعیت دوامدار و استمرار پیدا خواهد کرد. بله. آقای دکتر، چه پیش بینی از آینده اوضاع در سودان دارید؟ در مورد آینده سودان پیش بینی دقیق یک امر دشوار هست. بحثی علوم دقیقه و علوم تجربی نیست، چون بستگی به عوامل انسانی داره. عوامل انسانی پیش بینی فیکس ازش کاری سختیه و این ادعا در واقع وقلایی نیست. اما می توان گفت که اگر توجه به پیشرفت های سیاسی، اقتصادی، آزادی بیان، اصلاحات قانونی، انتخابات، تأمین حقوق بشر و نیز میزان همکاری میان طرف های مختلف شکل بگیرد، ممکن است که وضعیت کشور سودان بهبود پیدا بکند. و تا زمانی که عوامل فوق الذکر بهش توجه نشود، این وضعیتی که در آنجا جریان داره تداوم پیدا میکند و پیش بینی وضعیت دقیق از چنین کشوری که دچار بحران در واقع همه جانبه هست از یک جهت میتوان گفت امری در واقع درست نیست و نمیشه تحلیل کرد. تنها عواملی که میتواند این گروه ها را و دولت های داخل را کنار هم قرار بده، تأمین منافع و در واقع ایجاد یک دموکراسی پایدار و از طرف دیگر شکلگیری منافعی که همه گروه ها بتواند زیر یک چتر کنار هم قرار بگیرد و جلوی خشونت ها گرفته شود و قدرت به صورت مسالمت آمیز میان طرف های درگیر تقسیم شود. و یکی از اساسی ترین معضل در کشورهای در حال گذار بحث انحصار قدرت است. قدرت اگر توزیع بشه
و مشارکت در قدرت شکل بگیره، امکان پایان یافتن و بحران ها وجود داره و با بله این حساب میشه که یک پیشبینی از اوضاع انجام بشه. بله دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان، ممنونم از شما.